با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، سهنکوازی هستم از تهران با برنامه گپ گپ. قسمت دوم این برنامه در خدمت شما هستیم. جا داره تشکر کنم بابا باریک به شما شنوندگان عزیز، دمتون گرم. ایمیلایی که زدین، کامنتایی که گذاشتین رادیو جوان، خود بچهای گل رادیو جوان فیدبک دادن، انرژی که به ما دادن اینجا تهران ما رو همچین فایر اپ کرد، روشن کرد. الان که شما دارین اینو گوش میکنین، البته بنده تهران نیستم، بنده توی دبی ام در کشور امارات متحده عربی العربیه و من اینجا هستم، ولی خب برنامه رو ما ضبط کردیم چند روز قبل سفر من به دبی و شما دارین برنامه رو گوش میکنین ولی در تهران ضبط شده. خب برای شنوندگان عزیزی که توی این برنامه به من ملحق شدن، یعنی قسمت اولو هنوز گوش نکردم، میدونم میخوای بریم قسمت اولم گوش کنین، بعد از این قسمت 100% این اتفاق براتون خواهد افتاد. یه مقدار در مورد برنامه صحبت کنم. گپ گپ برنامه پیرامون هیپ هاپ فارسی، هیپ هاپ دنیا، خود من سهنکوازی و اتفاقایی که میفته در فرهنگ هیپ هاپ، ایرانیان هیپ هاپ یا پرشین هیپ هاپ، میخوایم صحبت کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم، آهنگ بزنیم. همینجور برنامه که به تدریج پیش بره تکمیل تر میشه، بهتر که هست عالی تر میشه و ما میبینیم شما چی دوست دارین، ما بالاخره بتونیم اون نیازها رو رفع کنیم برای شما شنونده عزیز که زحمت میکشین، وقتتون رو میذارین به ما گوش میکنین. بریم یه آهنگ گوش کنیم، برنامه رو یه جورایی شروع کنیم با یه آهنگ از علی قاف به نام بس مفری. علی قاف رو خب خیلیاتون میشناسین، اگه رپ باز هستین از قدیم میشناسین، به اسم علی جی کار میکرد. من اون تیکش رو توی آهنگ زانیار دوست دارم، یه جوری خوشم میاد از استیلت که میوزیک ویدیوش هم، ولی متاسفانه نمیدونم چرا علی قاف توی میوزیک ویدیو نبود. علی قاف بچه غرب تهران، میدونم خیلی بچهای ما بچه های غرب تهرانن و دیگه وست سایت بازی رو دارن، ولی بریم گوش کنیم علی قاف به نام بست مفبری. آهنگساز این کارم مهدیار هستش، مهدیار آقا جانی از الان فرانسه داره زندگی میکنه، با سن کمش چه میکنه. آره خاک پات با جیب پشتی آشناس، ببینیم بازیم مثل کشتی مال ماست، آس و پاسر از کاسبای آیس پاشت و بست مفبری. ما وزیر رو زدیم تو تو فکر رخ زنی، به لفت تو زدی ولی خب علی از تو سهرنگ تره، قبل تو دم دره، بول قبل رو ردیف کرده، پلاس کشد دم دره. پس نگران بعد مرگت نباش رفیق، ذره ذره زنت مریض رو پریش از اونی رس که دشکرای شفت و قدترین کاسه بای قرص و گرد قرد میگیرن. چی میگم بیشی میبینم، بیا بده زیر میزی تا زیر و ومه زیر زمین رو بریزیم رو میز رو برم تا عرق پیشونی جاری بشه، مخفی کاری زشت داشت باز شفاف بشه. چرا صبح داشت میزنیم در جا، چون که چطون کرم و سرد نوک قله پرس درد سر و رنج و غم و رشته کار شما نیست، ما این مرد وقت مشکه. شم آف شدیم محکم شد جاپامون، یه زمانی دنیا مال مونتانا بود، مالان مال سلطانتون اون تو داستانا بود، بعیده حتی بتونیم تا جمع لمس کنیم بس کنیم. ما به یه فروش پک و شما های سک خوری تک خوری قد غنج
ترکیب و پره تکس کنین، چون که میخوان زندگیمونو خودمون بس کنین. ماشین آلمانی با جین آرمانی، پیرنای کاوالی و کانالی، آهنگم از مهدیار با سازای ایرانی، ایرادینی چو پره لاش پره پشت ما، ولی یچی چپ و چله میخوره به پست ما، هنو تازه سر صبح میده رفت غرص ما، پدر و پا بسا شو پسر و جبده هر از واسه لبان، نه که گی باشه نه، اینم فکر بقیه از اینجا بهشت برین، از کسی معافی نمیخره به عشق پریدم، و برادر بسیج تو سخت نگی، خبری نی از کودتای مخملی، چون که شب تا صبح میزنیم در جا خوشگل، زمان تلاس چرا بدن ها برونزه، اهدافه فقط چند تا دافه بشه، اینا همه حقیقت بچه نده فوشمه. بله، آهنگ بس مفبری از علی قاف. علی قاف رو 100% سرچ بکنین تو گوگل. حالا یه کاری میخوایم بکنیم که این آهنگایی که ما تو برنامه میذاریم براتون خیلی راحتتر قابل دسترس باشه برای دانلود، برای گوش کردن. یه برنامه داریم، حالا تو سایتی میذاریم یا یه جای دیگه میذاریم یا شاید توی بلاگ خود من، ولی سایت هم قرار بیاد به زودی، sankozi.com sankozi.com آماده باشید. خلاصه علی قاف دادا بابا کجایی تو؟ این علی قافو بعد چند بار روی فیسبوک با همدیگه یه غرب بازی کردیم، بالاخره بچه های غربن، منم مدتی تو غرب تهران زندگی کردم و تمام بچه ها ما استودیومون هم تو غرب، بالاخره یه ذره وست سایت بازی داره باز خود تهران، ولی اشتباه نگیریم با وست سایت بازی آمریکا فرق داره، با کالیفرنیا لاو فرق داره، اینجا یه مقدار داستانش فرق داره. علی قاف داره یه جورایی از حال هوای امروز تهران میگه، کاسبا و داستانا و اینجور برنامه‌هایی که شما هر روز تو خیابونای تهران، شاید هم تو غرب یا تو شرق، شمال جنوب یه مقدار خوابیده، ولی جنوب که همیشه بیداره، اونو که نمیشه گفت، ولی خب تو غرب یه داستانی میخوره، از اون بود داره میگه. دمت گرم علی قاف. علی قاف قرار بود آلبومش هم بیاد بیرون به زودی، حالا نمیدونم من چی شده، دسترسی هم زیاد بهش نداریم که بفهمیم چی میشه، ولی قراره که یه رابطه‌های خبرشو بیارن که ببینیم آقا آلبوم کی قرار بیاد. کام یک سالیه که خبرش اومده که قراره آلبومش بیاد بیرون، امیدوارم به زودی آلبومش بیاد بیرون و آهنگا شما بشنویم. خلاصه اینم از آهنگ علی قاف به نام بس مفبری. داداش مفبری نکن. خب یه اتفاق خیلی خوبی هم افتاد برای فرد. فردو خب خیلیاتون میشناسین، یکی از میوزیک ویدیو سازای خوب کشور ماست، باعث افتخار ماست. کلیپایی که میتونم قدیم، خب کلیپ خیلی کار کرده قدیم یا کارهای مختلفی کرده، ولی میشه مال زانیار رو گفت، تفرنه رو، مال یه مش سرباز هیچکس رو گفت، و الانم در مالزی در حال تحصیل یه حرکت بابا باریکدار زده. میوزیک ویدیو جدید آرش که میدونم خیلیاتون رو یوتیوب دیدین، از وارنر براز سویدن پخش شده. میوزیک ویدیو جدید آرش به نام گوگلی، گوگلی بود درسته، گوگلی، گوگلی فکر کنم آره، بعد که آیلار دیانتی هم توش هستش، اینو کار فرد، بچهای تهران، بچهای ایران در مالزی داره درس میخونه، دمش گرم. امیدواریم که بیشتر کار از فرد ببینیم. و 50 سنت این ویدیو رو تو بلاگش گذاشته بود، نه تو بلاگش، در واقع سایتش thisis50.com گذاشته بود و گفته بود چه ویدیوهای قشنگی رو تعریف کرده بود از آرش، و بالاخره ویدیو اینا که داره، یه دمت گرم به فرد بگیم. خب شما با سهنکوازی هستیم با برنامه گپ گپ از رادیو جوان. بریم یه آهنگ دیگه گوش کنیم به نام فک جادویی. فک جادویی از اسلش. اسلش رو من تو سفری که به مشهد داشتم، چند وقت پیش رفته بودیم اونجا، هم رپرهای مشهدی رو ببینیم، هم بالاخره یه ذره رپرهایی که میخوان دنبالشون میگشتیم تو رپ لرزه بیان از شهر مشهد رو پیدا کنیم اونجا، دعوت کرده بودن یکی دوتا استودیو از من که برم اونجا، به اتفاق چند تا بچه های رپ لرزه پاشیم رفتیم مشهد. یه اتفاق جالبی که افتاد، یه شب یه برنامه ترتیب دیدن بچه ها، یک رستورانی رو به قول معروف بستن دراش و ما در اختیار ما گذاشتن که دوستان، آشنایا و طرفدارا بیان اونجا. اتی نزدیک 300 نفر، شاید 350 نفر اومده بودن اونجا، یه باشگاه رستوران بیلیاردی بود، اومدن اونجا خیلی رپرهای مختلف، آهنگسازهای مختلف، کسای مختلفی رو من دیدم در مشهد. این افتخار داشتم که اونجا باشم و ببینم این بچه ها چجوری دارن کار میکنن توی شهر مشهد.
و یکی از رپرهایی که جالب بود واسه من، چند تا رپر اومدن، یکیش باستاگه که الان جزو رپ لرزه از فرزاد هلی، جزو رپ لرزه، یکی از دوستاشون به نام اسلش. اسلش اومد گفتش که من تونترین رپر ایرانم، یعنی انقدر فست میخونم که باورت نمیشه. خب ما هم طبعا دم میز گفتم بشین اینا، داشتیم با هم صحبت میکردیم و شروع کرد به خوندن. واقعا این بشر تون میخونه، یعنی این بشری که باید جلوشو بگیره، نگیره فکر کنم کار دست خودش بده. و الان هم یکی دوستای خوب ما هستش. حالا بریم آهنگو گوش بکنیم، برمیگردیم به نام فک جادویی اسلش از مشهد 051. بچهای 051 کجا؟ بچهای 051 پرچمو بگیریم بالا. فک جادویی گفتم بیخیدی ولی حالا بسته، حالا دوز اومده مثل زنگ بیا چرا چا شهرت من داره میگه به جایی که اتلت که رگش برا پشت سر من باشه. البته اغلب از ماها مرد تو منتصب که دیگم دست تو کلت تو خاک نشسته، موضوع جالب و یک کمی مثل اینجاست که هرکی که میاد میگه باش به عرشه. میدونم دوست داری حرف تحصیلی بذاره رو حساب من، ولی بدونم پای مثلا تحصیلی بذاره رو افکار من. پس جرات و قدرت تو وجودش داره، میدونی بیشتر بیشتر که سگنجه که نقشش رو داره. سلامت عقلی ندارم چون گذاره در وقتم و باره، اونو توی دفتر از آبا گرفت به بنده که جامل پنجه هایی تا بنده، ببینی چی بوده سفاق کارم اون چی که لازم و جالب داره. خورده نگشته رو بودم تا من برنزم آخر راه، بعدی که بسته رو دشمنه مرده و دلیگه بزگنم راه دیجا. باستا به خود رجش و تو رو زدشه گوهی از سرزاه تو رو بسته، باستا به خود رجش و تو رو زدشه گوهی از سرزاه تو رو بسته. افتیر من میده هنگ میشه مردی که افتیر من چیه فکی که بشیه وقتی که زنگ میشه قد میشه نمزی که نمزی که من میشه وقتی که کسی که جنگیده دستی به تفتیر من چیه تفتیر من چیه واسه واسه دامه کره شده الان آهای تموم شده شد دوست همی فکر تو بردار جالب بود نه همچین بعد افتش ما دو حالم بود نقضی تو به جو هم دیگه. بله آهنگ اسلش یکی از رپرهای خوب ما در مشهد 051، شما گوش کردین به نام فک جادویی. همونطور که گفتم این بچه‌ها رو من دیدم تو مشهد، واقعا یکی دو تا آهنگ این آهنگ رو برام اجرا کرد. همین جوری که داره میخونه تو این آهنگ همین جوری زنده میخونه این پسر و خیلی جالب بود واسه ما. اینو این فیلم اینم البته این فیلمشو نداریم ما، یعنی داریم ولی تو مستند نذاشیم. مستند رفتن به مشهد منم میخواین نگاه کنیم، میتونین برین شبکه یوتیوب من یا همون شبکه یوتیوب رپ لرزه youtube.com/raplarze سابسکرایب هم میتونین بشین. حالا همه اینا رو داریم فاین تون میکنیم که بیاریم تو sankuazi.com که شما بتونین راحت دسترسی داشته باشین به این مطالب. فیلم مستند سفر سهنکوازی به مشهد هستش که میبینین باستاگ و اینا کنار من نشستن و اسلش این کارو انجام داد. چند وقت پیشم با هم یه تماس کاری داشتیم که بچهای تهران میخواست با اسلش کار کنه که من این هماهنگی رو انجام دادم واسه بچه‌ها و منتظرم که اون آهنگشون بیاد بیرون. نمیگم با کیه، بچهای جدید، بچهای خیلی خوب به قول معروف خونهای جدید هیپ هاپ ایران هستن که دارن وارد میشن، یه رد سنی کوچیک‌تر از ما، شاید نسل بعدی که دارن وارد هیپ هاپ میشن که 100% بهتر از ما خواهند کار کرد چون از سن پایین تر گوش کردن و امیدوارم از تجربیات ماها استفاده کنن و بتونن گامای بلندتری بردارن. برگردیم به نیوز، قسمت اخبار. یه خبر خیلی جالب، یه خبر خیلی جالب من خوندم چند وقت پیش و خیلی وقت میخواستم در این مورد صحبت کنم. یه جوری یک تصویری رو براتون من بکشم که ببینین چجوری میتونه داستان تغییر کنه. اپرا وینفری، اپرا رو که خب هممون میشناسیم، یکی از مجریا، گوینده ها، انترپرنورها و یکی از زنان موفق افریکن امریکنه
یا فارسیش میشه آفریقایی امریکایی، که میخواد یه شبکه جدید تأسیس کنه. حالا برای شبکه جدید برای برنامه اول از جیزی دعوت کرده و کاندلیزا رایس. جیزی جالبه چون اپرا سالهای سال میگفت که بنده مخالف شعرهایی که هستم که این رپرها در آمریکا به کار میبرن، این شعرها ضد اخلاقه، این شعرها disgrace to woman، یعنی که ارزش بانوانو میاره پایین. حالا جالبه که اپرا اومده از یک رپری به نام جیزی دعوت کرده برای لانچ شبکهش و تیوی شوش. حالا چرا؟ میریم صحبت میکنیم. ببینیم سالهای پیش که به قول معروف از اون زمان قدیم، نمیدونم خیلی ها تو آهنگر رو شنیدین که میگه being against rap, being against hip hop، اینجوری داستان ها، but be against those thugs. اینا میمدن میگفتن که آقا ما مخالف رپ نیستیم، مخالف، ولی ما مخالف اون آدمایی هستیم که میخونیم. خب این چه فرقی کرد؟ رپ و هیپ هاپ و حالا هر چیزی که می‌خواستی بشو بذاری آهنگو همونا دارن میخونن دیگه. شما میگه آقا ما مخالف این نیستیم، ولی هر کی اینو بخونه ما مخالف اینیم. می چه جوری میگم؟ آقا مثلا میگه آقا من از آب بدم نمیاد، ولی هر کی آب بخوره مجرمه. خب این معنی نمیده. خیلی آدمایی اومدن ضد رپ و هیپ هاپ کار کردن، مثل بیل اورایلی که همه بچه‌ای که تو آمریکا بزرگ شدن میشناسن، یه اخبارگویی که همیشه ضد رپرها، و حتی دیمن داش و کمبرن هم اومدن یه بار دفاع کردن از این داستانا. تو یوتیوب میتونی سرچ کنی ببینی اومدن. حالا بعد از اینکه آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا اومد کاندیدای ریاست جمهوری شد، وقتی دیدن که چه قدرتی هیپ هاپ داره، یعنی شما فکر کن روزی که هیپ هاپ و رپ خلاف نمیدونم عرف و اخلاق بود، حالا روزی که اوباما رئیس جمهور آمریکا شد، جیزی بغل اوباما وایساده، بیانسه داره آهنگ جشن اون شب رو میخونه، چقدر داستان فرق کردی. یه زمان میگفتن آقا نه فلان بیسار بعد زشته، حالا باعث افتخاره. و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بارها تو صحبتاش از رپرها گفته. چرا؟ چون آدم باهوشه، میدونه جوونا بچه ها دارن به این آهنگا گوش میکنن. یک بار یادم نگاه میکردم تلویزیونو، توی یکی از صحبتاش برگشت گفتش که داشت برای پدر مادرها اینا میگفت که آقا جون همه نمیتونن، بچهای ما همه نمیتونن یک رپر خوبی بشن، یک رپر بعدی مثل لوبین بشن، همه نمیتونن بازیکن خوب بسکتبال بشن، جردن بشن، کوبی برایانت بشن. ما مهندسا لازم داریم، ما دکترا لازم داریم، ما پرستارا لازم داریم، ما معلمهایی لازم داریم، اساتید دانشگاه لازم داریم، سناتور لازم داریم. ببینید چجوری میان استفاده میکنن حالا از قدرت رپرا. و اینجا اپرا باز این کاری کرده و جیزی هم بهش نه نگفته. اینجا جالبه، جیزی کوت خود جیزیه گفت تا وقتی من شنیدم بدون هیچ تفکری گفتم باشه من اونجا خواهم بود. به خاطر همین میگم هیچ وقت فکر نکنین، چون الان چند نفری میگن آقا این بده اون بده، کار شما اشتباس، شاید کار شما درسته، فقط مدت زمانی میخواد که باید ما اون سایکل و اون دور تسلسل ما جلو بریم و مشکلات عقب بذاریم و به اون جایی که میخوایم برسیم. به قول معروف همیشه شکستا ناامیدی ها پلی واسه پیروزی. یه خبر دیگه هم بدم، این خبر یکم جالبه، شاید برای بچه ایران جالبتر باشه. ناز یکی از رپرهای بزرگ ما اخیراً در دادگاه آمریکا محکوم شده به این که باید چال ساپورت بده. چال ساپورت حالا بچه‌ای که خارج از کشورم میدونن، یعنی حق اولاد، پولی که شما به عنوان داشتن اولاد باید به کسی که از اولادت سرپرستی اولاد در واقع بر عهده داره، میتونه مادرش باشه، بدی ماهانه و این نسبت به درآمد و زندگی هر شخصی تنظیم میشه. ناس باید 47,000 دلار استمایه های 47 میلیون تومن باید حق اولاد بده و به زن قبلش کلیس که خیلیاتون آهنگاشو شنیدین، اونم یکی از خواننده های هیپ هاپ یا آر ام بی هستش که پاپ هم میخونه بعضی وقتا، باید 155,000 دلار هم باید به اون بدهکاره بده. کلن این ور اون ور نمیدونم نخل لوبیاش اینا رو جمع کنی، یه چیز تو مایه های 250,000 دلار باید به خانم قبلیش، همسر قبلیش پول بده ناز، 250 میلیون تومن. امیدوارم که ناز
آلبوم قبلیش خوب فروخته باشه که بتونه این پولا رو در بیاره، رویالتی‌هاش هم بگیره که بتونه بده. ناز ای پول بده داداش، یعنی بچه‌ها رو نمیتونی شوخی کنی، از چکت برمی‌دارن، از حساب بانکیت برمی‌دارن داداش، پول بچه‌ها رو بده. خب با سهنکوازی هستین از رادیو جوان با برنامه گپ گپ قسمت دوم. بریم یه آهنگ گوش کنیم از سعید کرمانی. سعید کرمانی یکی از دوستای خوب من هستش. چند روز پیش هم با هم دیگه نشسته بودیم، داشتیم صحبت میکردیم و نهار میخوردیم و این داستانا. من به سعید گفتم سعید باید بیشتر اینجوری آهنگ بخونی. نظر شخصی بنده، من به نظرم صدای خوبی داره، باید اینجوری آهنگ بخونه. بریم آهنگ سایه رو از سعید کرمانی بشنویم، یه مقدار ملو، یه حس ملوی به خودمون بگیریم. سعید کرمانی، سایه. سعید کرمانی، سعید کرمانی، هومن رجبی، هومن رجبی. ببین دختر، تو اصلا هیچ رقمه من نمیخوردی، علی من اشتباه کردم و تو بودم تو این بازی که سر تن نداشت. شنیدی میگن شانم آخرش تله؟ نشنیدی؟ نه؟ ولی از من بشن شانمه آخرش تل. تو مثل سایه ای که هر لحظه با همی، من دارم حس میکنم دشونه همی، من میخوام داغون بشم عشق بریزم، گریه هم نمی کنم چه تو چشامی. وقتی احساسم و قلبم رو گذاشتی تنها، مثل یه سنگ شدم کنار دریا، که بهش آبی نمیرسه ولی باز منتظر میمونه تا طلوع فردا. دیگه دستاست واسم گرمی ندارن، حرفات واسم معنی ندارن، من آره یه بیقرارم که تو را دیگه دوست ندارم. نه یا سمتم، نه یا از من دور شو، که بی تو عمرم دیگه کم نمیام. یادته با پسر دیدم زنگت دوستت پری، به من گفتی که میخوای بری با دوستت خری، تحملت میکردم روزی هزار و صد بار، برو دیگه از زنگ گوشی تا صدامو بردار. میدونم که پسرم به من گفتی لاشی عملی، با منم بودی آمار میدادی به ماشین بغلی، بازم منو میخوای معلومه طلبه شدی، من الان مخاک سر عکسات بغل شومینه. بیچاره فکر میکنه که به ما صدمه زده، نمیدونه که زنده بودنش تا صدقه سر ما. تو منو واسه عشق و حالت خواستی زدی به زاویه، دیگه نمیخوام ببینم تو صدام ثانیه. تو باید پاره پاره بشی مثل علف هست، من مگه مایه پایه داشتم شدی حول من. خوشحالم از این که بدون من تو زنده بودی، من بعد از این اسم تو میذارم پولی. سعید کرمانی، مثل سایه که هر لحظه با همی، من دارم حس میکنم روشونه همی، من میخوام داغون بشم عشق بریزم، گرگم نمی کنم چه تو چشامی. وقتی احساسم و قلبم رو گذاشتی تنها، من مثل یه سنگ شدم کنار دریا، که بهش آبی نمیرسه ولی باز منتظر میمونه تا غروب فردا. دیگه دستا واسم گرمی ندارن، حرفا واسم معنی ندارن، من آره یه بیقرارم که تو رو دیگه دوست ندارم. نه یا سمتم، نه یا از من دور شو، که بی تو عمرم دیگه کم نمیارم. بله، آهنگ سایه از سعید کرمانی، آهنگ خیلی خوبی بود. من اینجا اصلا یه لحظه رفتم تو فکر و حال. خب اینم از آهنگ سایه از سعید کرمانی. بریم
به قسمت سوال برنامه. سوال برنامه، راستی یه خبری که بگم که با بچه های رادیو جوان که صحبت کردیم قرار شد هر دو هفته یک بار این برنامه اجرا بشه. حالا قرار دیت مخصوص انتخاب کنیم که سر اون دیت باشه که شما بدونید چه روزی چه تاریخی قشنگ قرار این برنامه بیاد. حالا اونو هنوز انتخاب نکردیم، ولی قرار شد برنامه هر دو هفته یک بار یا همون بای ویکلی باشه. سوال قبلی برنامه این بودش که توپاک در آهنگ می ام مای گرلفرند منظورش از گرلفرند چیه، که بچه ها ایمیل زده بودن به ایمیل ما sahand@radiojawan.com ایمیل زده بودن. دوستان بسیاری جواب درست دادن. جواب درست این بودش که توپاک منظورش تفنگ بود، یعنی دوست دخترش رو به تفنگ تشبیه کرده بود که یه جورایی وفادارترین شخص یا شی بوده تو زندگی بهش. خب توپاک کلی داستانا داشته تو زندگیش، از وقتی شروع میکنه تا میاد بالا با شاکچی اینا، با دیجیتال اندرگراوند، تا اینکه میاد تو دترو و میره زندان و کلی سو لاسوت میگیره و کلی داستانای دادگاه داره که ان تو برنامه‌ای در مورد این مسائل صحبت میکنیم که چه اتفاقای پیرامون رپرها میفته و چه جوری باید عمل کنن. از نظر شخص بنده جوابای درست و دوست عزیزمون اکبر طاهری دادن، رایان ایکی دادن، تورج تهماسبی، امیر مهداد، آریان ایکی از بی ایریا دادن، مهسا رضا از اوکلاهاما جواب درست دادن. جوابش بود منظورش تفنگشه، که تو آهنگم اشاره میکنه به 22945 که منظورش تو سخته. سوال این قسمت برنامه گپ گپ با سنگوازی از رادیو جوان این هست. سوال یه مقدار سوال برمیگردیم به قدیم قدیما، شاید خیلی همون اون موقع به دنیا نیومده باشیم. سوال اینه که آفریقا بامبارا، یکی از پیشکسوتان هیپ هاپ در دهه 70 و 80 که اجرای تو زمینه رپ فانک میوزیک فعالیت داشتن، کسی که زولو نیشن رو تشکیل داد و در سراسر دنیا پخشش کرد زولو نیشن رو. خب میرم، قبل از تأسیس زولو نیشن رئیس کدوم گنگ بوده؟ آفریقا بامبارا رئیس کدوم گنگ بوده قبل از اینکه زولو نیشن رو تشکیل بده در دهه، اگه اشتباه نکنم، 80، که یه جورایی رپ فانک میوزیک رو آوردن و همون اوایل هیپ هاپ بود، زمان دیجی کول هرکینا بود. اینو سوالو میتونین جوابشو به sahand@radiojawan.com 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 ایمیل بزنین به ما و جواب این برنامه رو بدین. خب خیلی از دوستا بچه‌ها اینجا میگفتن آقا جواب کسی درست داد ما باید چیکار کنن؟ خب یه جایزه، یه چیزی، یه داستانی بالاخره. بالا یکم سخت ما براتون جایزه بفرستیم از تهران، مگر اینکه آلوچه ای لواشک چیزی بخوان یا آدرس پستی بدیم ما واسهتون پست کنیم، ولی خب همونجا تو آمریکا هم دارن، یا تو یه شهری که هستین تو کانادا یا اروپا، هر جا که هستین اونا هم دارن. ولی خب میدونم جواب فقط ما میخوایم یه ذره معلومات عمومی هیپ هاپ رو بالا ببریم، شاید بچه‌ها برن ریسرچ کنن ببینن آفریقا بامبارا یا زولو نیشن چی هست. حالا به خاطر این سوالم که شده برن یک کمی از تاریخ هیپ هاپ رو بخونن، آشناتر بشن به هیپ هاپ. پس سوال این برنامه، آفریقا بامبارا یکی از پیشکسوتان هیپ هاپ در دهه 70 و 80 قبل از شکل دادن زولو نیشن رئیس کدام گنگ بود؟ ایمیل بزنین به ما، یادتون نره. با سنگوازی هستین، برنامه گپ. و بله، به آخر برنامه گپ گپ با سهنکوازی رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشین این برنامه. به ما 100% ایمیل بزنید sahand@radiojawan.com برنامه گپ گپ، برنامه خودتون در مورد هیپ هاپ، من و زندگی و ایران و کل داستانهای دور و برش که من تجربه میکنم. بریم یه آهنگ آخره دیگه، بعد انجام من ازتون خدافظی میکنم تا برنامه بعدی دو هفته دیگه. ایمیل یادتون نره، سوال برنامه یادتون نره. یک آهنگ شاد گوش کنیم که حالا هوای برنامه رو عوض کنیم، از اشکین، علیشمس، پیروز دلنواز، به نام حالم بده. من نمیدونم بچه‌ها چیکار کردن که حالشون بده، حتما هر کاری کردن که دیگه کردن دیگه. حالا نمیتونیم در اینجا سانسور بچهای رادیو جوان، شومون رو کات میکنن، نمیذارن در موردش صحبت کنیم. میوزیک ویدیو این آهنگم اومده بیرون از برادران بوشهری برادرز، که دمشون گرم، زحمت کشیدن، خیلی ویدیوی خوبی شده. 100% اونم رو یوتیوب ببینین اگه خواستین.
و بریم گوش کنیم. از اینجا خداحافظی میکنم از همتون. شاد باشید، زنده باشید، ایرانی باشید و لذت ببرید از زندگی. همین، حالتون هم بد نباشه مثل این بچه ها. حالم بده. Yeah.